آغاز نخستین کارزار سراسری واکسین بیماری فلج کودکان در سال نو هجری خورشیدی، کارزاری که در یک سال اخیر بیشتر از هر زمانی با چالش روبرو بوده است. متاسفانه باید بگویم که سال 2020 برای افغانستان سال بدی بود. سالی که پس از 2011 در آن بیشترین رویدادهای مثبت پولیو ثبت شد که شماره آنها به 56 میرسد. این کارزار که انتظار می‌رود در آن 9,600,000 کودک زیر 5 سال واکسین شوند، در اوضاع آغاز می‌گردد که در هفته‌های اخیر از آنچه که تطبیق نشدن واکسین پولیو در برخی از بخش‌های ناامن کشور گفته می‌شود، نگرانی‌ها بیشتر شدند. در افغانستان د سولی مذاکراتی هیئت نمغشتنه داده او هم د افغانستان د مخالفین دولت د مخالفینو او د طالبانو نمغشتنه داده چې د روغتیا سکتور سره مرسته وکی چو د واکسین په تطبیق کې موجوده خندونه موږ خپل مخینه واخلو. می خواهیم باز هم تاکید کنیم که تمامی جناح‌ها بر بی‌طرفی برنامه محو پولیو احترام کنند و به کمک‌های انسان دوستانه اجازه بدهند که به تمامی کودکان در تمام بخش‌ها رسیدگی کند و آنان واکسین شوند. به گفته وزارت صحت عامه، پارسال 56 رویداد نو نخست پولیو و 310 رویداد نو تازه آن در کشور ثبت شدند. امسال هم تا اکنون از مثبت بودن یک رویداد نو نخست پولیو و 23 رویداد نو تازه آن در کشور گزارش داده شده است. افغانستان پس از پاکستان دومین کشور آسیب پذیر از بیماری فلج کودکان در جهان است.